پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. در روز جهانی اهدای خون، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در علم پزشکی، اما هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسان‌های نیکوکار اهدا می‌شود، می‌تواند جان نیازمندان به خون را از مرگ نجات دهد. عدم وجود جایگزین مناسب برای خون، محدود بودن مدت زمان نگهداری خون و فراورده‌های خونی، همیشگی بودن نیاز به خون و فراورده‌های آن سبب شده تا اهدای خون از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. اهدای خون جان بیماران را نجات داده و سلامتی را انتقال می‌دهد. اما مسئله حائز اهمیت اینجاست که بیشتر بیماران نیازمند خون امکان دسترسی به موقع به خون سالم را ندارند. در آموزه‌های دینی مذهب شیعه، علاوه بر این که خون به عنوان نمادی از وفاداری، پیروزی و ایثار است، همچنین ارتباط مستقیم و عمیقی میان ارزش‌های دینی و انسانی با اهدای خون وجود دارد که باعث می‌شود پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیش از افراد دیگر به انجام عمل خیر و انسان دوستانه اهدای خون اقدام کنند. بنابر فرمایش حق تعالی در آیه 32 سوره مائده، اهدای خون و نجات دادن جان یک انسان برابر است با جان بخشیدن به همه بشریت. همچنین اهدای خون کار خیر و انسان دوستانه است که طبق آیه 77 سوره حج میتواند باعث رستگاری انسان در آخرت باشد. در طول سال بسیاری از حوادث و بیماری ها باعث افزایش نیاز به خون می شود. در هر زمان و هر لحظه بیمارانی در انتظار یک واحد خون هستند که ممکن است تنها آن به نجات جانشان برسد. در جهانی پر از تقسیمات و اختلافات و مرزبندی ها و خط‌کشی ها، اهدا کنندگان خون اثبات می کنند که انسانیت همچنان قهرمانانی دارد که عشق به هم نوع، انسجام اجتماعی و همبستگی را بی صدا فریاد می زنند. اهدای خون نه تنها برای بیماران زندگی بخش است، بلکه برای شخص اهدا کننده نیز فوایدی دارد. با اهدای خون بدن اهدا کننده از مواد زائد خون تمیز می شود و به راحتی می تواند خون تازه تری تولید کند که این به معنی بهبود سلامت اهدا کننده و پیشگیری از برخی بیماری ها است. در برخی کشورها مثل ایران، اکثر اهدا کنندگان خون به عنوان یک عمل انسان دوستانه و بدون علم به این که خونشان برای چه کسی مورد استفاده قرار می گیرد، معمولاً به صورت مستمر خون خود را اهدا می کنند. اما در برخی کشورها، افراد معمولاً خون خود را فقط برای انتقال به اعضای خانواده یا دوستان اهدا می کنند و برای انتقال خون به دیگران در برابر آن پول دریافت می کنند. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، میهمانان من در برنامه امشب سرکار خانم صدیقه زرین، پرستار ICU و سرکار خانم زهرا شیرشاهی، کارشناس بیماری های غیر واگیر و کمخونی از تهران هستند. با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب خدمت میهمانان گرامی برنامه امشب پانوراما. سوال اول رو از سرکار خانم شیرشاهی میپرسم. ضمن وقت بخیر خدمت شما، سوال اول این هست که چگونه اطمینان حاصل میکنید که خون اهدا شده آری از بیماری های واگیردار است؟
به نام خدا. وظیفه سازمان انتقال خون اطمینان از تامین خون سالم برای تمام بیماران هست. از بهترین استانداردهای ایمنی زمانی به دست میاد که منحصران اهدا کنندگان که همیشه نتیجه آزمایش آنها از نظر اتید عفونت منفی بوده مورد پذیرش قرار میگیرند. بنابراین به عنوان یک احتیاط ایمنی برای بیماران دریافت کننده خون، اهدا کنندگان با نتایج آزمایش مثبت کاذب گرچه بیمار هم نیستند ولی برای همیشه از اهدای خون معاف میشن. با این وجود اونها میتونن در سر تمایل همچنان با تشدد افراد سالم و واجد شرایط جامعه به اهدای خون که نقش مهمی رو برای تهیه خون بیماران نیازمند داره رو نقش ایفا کنن. سازمان انتقال خون هر گونه اطلاعات رو راجع به اهدای کنندگان بدون مجوز کتبی از مقامات صلاحیت دار رو به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار نمیده. آزمایشاتی که انجام میشه آزمایشات ایدز هست، سیفلیس، هپاتیت بی، سی و آزمایشات دیگر حتما برای اهدا کنندگان انجام میشه. متشکرم سرکار خانم شیرشاهی. اما اولین سوال از سرکار خانم زرین این هست که از دیدگاه شما به عنوان پرستار آی سی یو اهدای خون چه اهمیتی و چه جایگاهی دارد؟ سلام خدمت همه شما و بینندگان محترم. تقریبا همه مردم کما بیش با اهمیت اهدای خون آشنا هستند، ولی کن انقدر اهمیت داره که یک روز رو به عنوان روز جهانی اهدای خون در نظر گرفتن که در واقع 18 ژوئن به عنوان روز جهانی اهدای خون نامگذاری شده. به طور میانگین در کشور از هر 1000 نفر 13 نفر اهدای خون انجام میدن و در کشورهای توسعه یافته از هر 1000 نفر 40 نفر اهدای خون انجام میدن. این آمار توی کشور ایران 22 نفر به ازای هر 1000 نفر هستش که این آمار میتونه بهتر از این باشه. اهدای خون علاوه بر اون در واقع فواید پزشکی و درمانی که میتونه از لحاظ روانی نیز برای فرد اهدا کننده خون بسیار خوشایند و راضی کننده باشه، که علاوه بر اون رضایت خاطری که اهدا کننده از این عمل خیر و خداپسندانه به دست میاره، میتونه با این کار جون بسیاری از آدم‌ها، انسان‌هایی که نیاز دارن به خون و فروردگی خونی رو نجات بده. فوایدی که در واقع از تزریق از اهدای خون میشه به دست آورد و برای درمان بیماران نیازمند استفاده کرد خیلی بیشتر از اون هست که در مجال یک برنامه بگنجه، ولی که شرایطی که برای اهدای خون نیاز هستش رو بنده به صورت مختصر خدمت شما عرض میکنم. افرادی که تمام سرکار خانم زرین اگر صدای من رو دارید عذرخواهی میکنم از محضر شما، اجازه بدید تا من سوال بعد رو از سرکار خانم شیرشاهی بپرسم، بعد در خدمت شما خواهیم بود، چون بحث شرایط اهدا کننده بسیار مهم هست و تایم به خصوصی رو باید بهش اختصاص بدیم و در پارت بعدی از خدمت شما سوال خواهم کرد. اما سوال دوم از سرکار خانم شیرشاهی این هست که آیا اهدای خون ممکن است از ابتلا به برخی بیماری ها پیشگیری کند؟ در مواردی که اهدای خون ممکنه از ابتلا به برخی از بیماری ها پیشگیری بکنه، مواردی که ضربه نوزادی هست، از 20 زمانی که بیشتر باشه تعویض خون در نوزادان انجام میشه و از ابتلا به بیماری ها جلوگیری میکنه. در افرادی که بیماری های مزمن دارن، اینکه آیا اینها قادر به اهدای خون هستند یا چه کسانی از اهدای خون معاف هستند. افرادی که بیماری‌های مزمن دارن بایستی حتما ویزیت پزشکی برای اونها انجام بشه. بعد از ویزیت پزشکی این افراد اقدام برای انتقال خون رو انجام بدن. متشکرم از سرکار خانم شیرشاهی. اما سرکار خانم زرین، این سوال بسیار مهم است و ممکنه که ذهن بسیاری از مخاطبان و بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام رو به خودش درگیر کرده باشه که آیا من میتونم خون اهدا کنم یا اینکه اهدای خون شخص اهدا کننده باید چه شرایطی رو داشته باشه یا اینکه باید قبلش آزمایش هایی انجام داده باشیم. حالا سوال من این هست که اهدا کننده خون چه شرایطی باید داشته باشد؟
بله قطعا شرایط به خصوص نیاز هست برای اهدای خون، که اینو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، خانم ها در هر سال 3 بار و آقایون تا 4 بار میتونن اهدای خون انجام بدن. افرادی که مایل به اهدای خون هستن این شرایط باید داشته باشن: سن اونها بین 18 تا 60 سال باشه، وزن افراد حداقل 50 کیلوگرم به بالا باشه، و فاصله ما بین دفعات اهدای خون حتما باید بیشتر از 2 ماه یا 8 هفته باشه. افرادی که میخوان اهدای خون انجام بدن نباید سابقه آلرژی، بیماری های کبدی، بیماری های قلبی، بیماری های ریوی داشته باشن. افرادی که مبتلا به دیابت هستن و انسولین مصرف میکنن نمیتونن خون اهدا بکنن. کسانی که تتو یا خالکوبی روی بدنشون دارن، افرادی که رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده دارند، افرادی که مبتلا به بیماری های مثل هپاتیت بی و هپاتیت سی هستند، کسانی که مبتلا به تشنج یا سر هستند، و همینطور افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارند، این افراد نمیتونن خون اهدا کنن. همینطور کسانی که سابقه دریافت خون دارند و مبتلا به کم خونی هستند از اهدای خون منع میشن. و اگر کسی مایل به اهدای خون باشه حتما باید قبل از این پروسه غذاهای حاوی آهن مصرف بکنه، و همینطور بعد از اهدای خون باید قرص آهن به مدت 10 روز و هر روز 3 دونه قرص به فاصله 8 ساعته مصرف بکنه، تا این در واقع مصرف دارو بتونه به پروسه جایگزینی خون از دست رفته کمک بکنه. و همینطور مصرف مایعات میتونه کمک کننده باشه. البته این نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان که وقتی خون اهدا میشه از 48 ساعت بعد از تزریق خون بدن شروع جایگزینی خون از دست رفته میکنه و مغز استخوان شروع به تولید سلول های خونی جدید میکنه، که این سلول ها طی مدت 2 الی 4 ماه به صورت کامل جایگزین میشه. بسیار عالی، متشکرم از سرکار خانم زرین. اما آخرین سوال از سرکار خانم شیرشاهی این هست که افرادی که به بیماری مزمن مبتلا هستند آیا قادر به اهدای خون هستند و اصولا چه کسانی از اهدای خون معاف میباشند؟ چه کسانی از اهدای خون معاف هستند؟ افرادی که بیماری های خونی دارن امکان اهدای خون براشون وجود نداره. عفونت ها، بیماری های آمیزشی، ایدز، هپاتیت بی و سی، و افرادی که به آرتریت روماتوئید ها مبتلا هستند که نوع بیماری خودایمنی محسوب میشه نمیتونن خون اهدا بکنن. در صورت داشتن وجود سابقه بیماری ها حتما با پزشک خودشون مشورت بکنن و بعد اقدام به اهدای خون رو انجام بدن. در خصوص آلرژی ها، بیماری های قلب عروقی، کسایی که بیماری های ریوی دارن، کم خونی ها، تلاسمی کم خونی و کلیوی، کبدی، سابقه تزریق خون و قش، سر، تشنج، اعتیاد به مواد مخدر تزریقی، عمل جراحی، خالکوبی، حجامت و تون رفتارهای پرخطری که معاملت نشده هستند، اینها افرادی هستند که حتما مرسی به پزشک مشورت بکنن و اقدام به انتقال خون را انجام بدن. انشاءالله. متشکرم از سرکار خانم شیرشاهی. اما سوال آخر از سرکار خانم زرین که از کارگردان محترم تقاضا میکنم که فرصت و زمان بیشتری رو اگر امکانش باشه اختصاص بدن، چون این سوال من هم 2 بخش داره، هم هر 2 بخشش مهم هست، و حالا انشاءالله که کارگردان بیشتر از 2-3 دقیقه فرصت بدن برای پاسخ به این سوال. سوال من این هست سرکار خانم زرین، و اون اینکه تأثیر اهدای خون بر زندگی بیماران چیست؟ و بخش دوم این که با توجه به این که حضرت عالی پرستار ICU هستید، تجربه ای در این زمینه دارید که در ذهنتون ماندگار شده باشه؟ بله، موارد بسیار زیادی پیش اومده که ما بیماران بدحالی داشتیم، مخصوصا بیمارانی که دچار تصادف، تروما و خونریزی میشن. در اون شرایط بسیار بسیار نیازمند دریافت خون هستن که متاسفانه به عنوان یک موزل گاهی وقتها دست ما رو بسته نگه می‌داره، و موارد خیلی زیادی پیش اومده که
حتی یک بیمار جوان بودش که دچار تصادف شده بود و خونریزی زیادی داشت و ما اون لحظه نیاز به خونی داشتیم که گروه خونی ایشون منفی بوده. این نکته رو ضمن ارائه این مطلب خدمت عزیزان عرض بکنم، کسانی که گروه خونی منفی دارن حتما برای اهدای خون اقدام بکنن، چون نه تنها تاثیرات بسیار خوبی بر سلامتی خودشون داره، این گروه خونی های کمیاب بسیار میتونه مفید باشه و حیات رو به بسیاری از بیمارانی که نیازمند این گروه خونی هستن برگردونه و این کار چقدر ارزشمند هستش. سرکار خانم زرین، عذرخواهی میکنم که کلامتون رو قطع میکنم. شما فرمودید که تمامی گروه های منفی خونی کمیاب هستند؟ بسیار از گروه های خونی، ببینید توی ردبندی فراوانی گروه های خونی، گروه های خونی مثبت فراوانتر از گروه های خونی منفی هستند، از جمله گروه خونی آ منفی، ب منفی، او منفی و آبی منفی. اینها گروه خونی هستند که درصدشون بسیار کم هست، مواقع ضروری ضرورت در مواقع نیازشون خیلی بالاتر از گروه های مثبت هستش. بله. چیزی که ما در کارمون بارهای بار مشاهده کردیم و احساس کردیم و افراد به خاطر گروه خونی منفیشون حتی نتونستن عمل جراحی که نیاز بوده انجام بدن، که این مثلا واقعا به نظر من خیلی مهم هستش. و کسانی که خون اهدا میکنن این نکته رو مد نظر داشته باشن، از خونی که اهدا میشه فراورده های بسیار زیادی تهیه میشه. بله. از جمله پلاکت، اف اف بی، آلبومین، پکسل های شسته شده، که هر کدوم از اینها در موقعیت هایی میتونه بسیار کارساز باشه و گرفتگوشای مشکلات ما در بیماری های حاد باشه. بله متشکرم. سوالی من دارم سرکار خانم زرین، که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه این چند روز به مناسبت روز جهانی اهدای خون زیاد دربارش صحبت شده. حالا بین صحبتتون اشاره‌ای ظریف هم فرمودید و سوال من این هست که آیا واقعاً در ایران بیمارانی هستند که به دلیل نیازمند بودن به خون و اینکه اهدا کننده اون گروه خونی که نیاز دارن وجود نداره عمل جراحیشون به تعویق بیفته؟ کار ما پیش اومده و ما دیدیم بیمار گروه خونی به عنوان مثال گروه خونی او منفی داشته و چون این گروه خونی موجود نبوده در بانک خون، ناچار شدیم که عمل جراحی این بیمار رو به تعویق بندازیم تا زمانی که از تهیه اون گروه خونی مطمئن باشیم. چون اگر اون خون در واقع قبل از شروع عمل جراحی آماده نباشه، خطرات مرگبار و بسیار موقعیت های بحرانزایی رو برای سلامتی بیمار فراهم بکنه. اینجا اهمیت جایگاه اهدای خون به ویژه گروه های منفی که شما هم اشاره فرمودید مشخص میشه، که انشاءالله بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام در این زمینه بیشتر فعالیت کنند. بسیار متشکرم از مهمانان برنامه امشب پانوراما، سرکار خانم شیرشاهی و سرکار خانم زرین. همچنین تشکر میکنم از شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. با ادامه برنامه در خدمت شما هست. سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. به سی آیت الله العظما، سی صادق شیرازی دامازلوه که چند روزی است افتتاح شده و فعالیت خود را آغاز کرده، همچنان با شور و نشاط فراوان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. در همین راستا تعدادی از اعضای بعثه معظم الله با حضور در بعثه مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ حسین وحید خراسانی با اعضای بعثه ایشان در مدینه منوره دیدار و گفتگو کردند.
از سوی دیگر تعدادی از اعضای بعثه مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی با حضور در بعثه آیت الله العظمی شیرازی دامظله مورد استقبال اعضای این بعثه قرار گرفتند. اعضای بعثه آیت الله العظمی شیرازی همچنین به مقر بعثه مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی شیخ اسحاق فیاض رفته و مورد استقبال اعضای این بعثه از جمله فرزند ایشان قرار گرفتند. استقبال از عموم شیعیان عاشقان اهل بیت، طلاب علوم دینی و فعالان حوزه‌های مختلف دینی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمی شیرازی در چند روز گذشته در مدینه منوره بوده است. شورای روابط آمریکایی اسلامی در ایالات متحده آمریکا گزارش داد بیش از 98% از نام‌های موجود در فهرست محرمانه نظارت FBA اسامی اسلامی است. به گزارش ترک پرس، شورای روابط آمریکایی اسلامی کیر در آمریکا فاش کرد بیشتر اسامی موجود در فهرست نظارتی FBI اسامی مسلمانان است. در این گزارش آمده است بیش از 350,000 سخن که برخی از آنها ترجمه های صوتی برای محمد، علی یا محمود است و بیش از 50 نامی که تکرار می شود و همه آنها اسامی اسلامی است در این فهرست قرار دارد. بر اساس این گزارش از داده های وارد شده در فهرست نظارتی که ما بررسی کردیم تخمین می زنیم که بیش از 1,047,000 مورد آن مربوط به مسلمانان است که بیش از 98% را تشکیل می دهد. در این گزارش آمده است که به مدت 20 سال فهرست محرمانه FBI برای جامعه مسلمانان سختی و ترس به همراه داشته است. افراد حاضر در فهرست نظارت با طیف وسیعی از چالش‌ها از جمله محدودیت‌های سفر، مسائل مهاجرت، برخورد با ماموران FBI، موارد خشونت پلیس، مشکلات در اخذ مجوزها، پیامدهای شغلی و دسترسی محدود به ساختمان‌های دولتی روبرو هستند. داوطلبان گروه حسین کیست در آرژانتین در کمپین اهدای خون که توسط صلیب سرخ شهر بوئنوس آیرس سازماندهی شده بود شرکت کردند. گفتنی است از جمعی از داوطلبان این گروه نیز در شهر میامی ایالات متحده نیازمندان را اطعام کردند. روزنامه پاکستانی به نقل از منابعی نوشت وزارت کشور پاکستان تصمیم گرفته است بازداشت و سختگیری علیه پناهجویان و مهاجران را بیشتر کند. روزنامه نیوز پاکستان همزمان با بازداشت 350 پناهجوی افغانستانی در اسلام‌آباد اظهار کرد وزارت کشور پاکستان بازداشت و سختگیری علیه پناهجویان و مهاجران را بیشتر کرده است. منابعی در وزارت کشور پاکستان به این روزنامه گفتند هدف از این دستگیری شرکت در تظاهرات طرفداران عمران خان نیز می باشد. بر اساس برخی گزارش ها پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان حدود 600,000 پناهجوی افغانستانی وارد پاکستان شدند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که مجبور است کمک‌های غذایی به سوریه‌ها را به دلیل کاهش حمایت مالی و تمام شدن کمک‌ها به نصف کاهش دهد. به گزارش شبکه خبری المیادین، برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای اعلام کرد بحران مالی بی سابقه در سوریه این سازمان را به کاهش کمک‌های خود حدود 2.5 میلیون نفر از مجموع 5.5 میلیون نفر که به کمک‌های این سازمان وابسته بودند مجبور کرده است. در این بیانیه آمده است برنامه جهانی غذا تمام گزینه‌ها را در سایه منابع بسیار محدود استفاده کرده است. همچنین تصمیم گرفته تا اولویت را به 3 میلیون سوری بدهد که بدون کمک غذایی نمیتوانند بیشتر از یک هفته زنده بمانند. برنامه جهانی غذا دیگر نمیتواند به 5.5 میلیون سوری به دلیل تمام شدن کمک‌های غذایی با فرارسیدن اکتبر ادامه دهد.
طبق گزارش برنامه جهانی غذا 12.1 میلیون نفر از نبود امنیت غذایی در سوریه رنج میبرند. 2.5 میلیون نفر نیز با کمبود شدید امنیت غذایی مواجه هستند. حدود 6.7 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند. جلسه پارلمانی لبنان برای انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور امروز چهارشنبه با حضور تمامی 128 عضو پارلمان برگزار شد، اما هیچ کدام از نامزدها نتوانستند به حد نصاب لازم دست یابند. نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی لبنان امروز چهارشنبه 12 جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آینده این کشور را برگزار کردند. در جلسه امروز پارلمان لبنان تمام 128 نماینده حضور داشتند. در این جلسه رأی‌گیری دو نامزد اصلی یعنی جهاد ازعور 59 رأی و سلیمان فرنجیه 51 رأی را به خود اختصاص دادند. گفتنی است هیچ کدام از نامزدها نتوانستند حد نصاب آراء لازم را کسب کنند. مقام‌های پلیس نیجریه اعلام کردند که در پی واژگون شدن قایق حامل شهروندان این کشور دست کم 100 تن از جمله زنان و کودکان جان باختند. این حادثه بامداد سه‌شنبه 23 خرداد در رودخانه نیجر در ایالت کوارا رخ داده است. بر اساس اظهارات پلیس و ساکنان محلی این قایق حین بازگشت از یک مراسم عروسی واژگون شده است. بر اساس این گزارش ها هیچ یک از مسافران این قایق از جلیقه‌های نجات استفاده نکرده بودند. در ماه می 2021 نیز در پی غرق شدن قایق مسافربری در اطراف این منطقه دست کم 160 تن جان باخته بودند. حدود 12 خانواده پس از آنکه اختیاریه‌هایی بر درب خانه و مشاغلشان چسبانده شد و از آنها خواسته شد که شهر را تخلیه کنند، از پورلا، شهر کوچکی در منطقه اوتارکاشی واقع در شمال هند در ایالت اوتارکند فرار کردند. این تهدیدها عمدتاً توسط دو گروه راست افراطی هندو به دنبال تلاش ادعایی دو مرد برای روبودن یک دختر 14 ساله هندو در 26 می است. اما ساکنان پورلا میگویند که گروه‌های هندو از حادثه 26 ماه می برای تشدید جنبش چند سالشان استفاده کردند. فعالان اجتماعی میگویند اوتارکند یک ایالت صلح‌آمیز بود و هندوها و مسلمانان در هماهنگی زندگی می‌کردند. اما از زمانی که حزب بهاراتیا جاناتا قدرت را در دست گرفت، اوضاع برای اقلیت مسلمان دشوار شده است. عفو بین الملل از پارلمان اروپا خواست تا سازوکارهای تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه که مهاجران و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده را هدف قرار می‌دهد ممنوع کند. عفو بین الملل اعلام کرد این خطر وجود دارد که پارلمان اروپا اقدامات مهم حمایت از حقوق بشر را که قبلا انجام شده بود را لغو کند. این امر راه را برای استفاده از فناوری‌هایی که مستقیماً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد هستند باز می‌کند. این سازمان از قانون‌گذاران پارلمان اروپا خواسته است که فرایندهای نژادپرستانه و همه سیستم‌هایی را که مهاجران و پناهجویان را به عنوان تهدید طبقه بندی می‌کند ممنوع کند. ممنون از همراهی شما با خبر پانوراما. یا علی، خدا نگهدار. سلام و خدا قوت به شما بینندگان عزیز و ارجمند. رفته بودم یه پایگاهی برای اهدای خون. خب قبلش تست میگیرن
تست دادم و به هم گفتش که من توصیه میکنم که شما خونت رو اهدا نکنی به خاطر اینکه با کمخونی زیادی مواجهی. برگشتم، ناراحت بودم، شروع کردم مطالعه کردن، به یک مطلبی برخوردم و عمق معنی و هدف اهدای خون رو توی ذهنم آوردم. با یک داستانی مواجه شدم که خیلی عجیب بود و جالب بود که چقدر اهدای خون با ارزش میتونه باشه. داستان از این قرار بود که دختری به مریضی نادری دچار میشه و راه درمانش اینه که برادر 7 ساله‌اش فقط میتونه بهش خون اهدا بکنه تا اون بهبود پیدا بکنه. خواهرش روی تخت بیمارستان در حال درد کشیدن و پسرک هم در حال گریه کردن از اوضاع و احوال خواهرش. دکتر که میبینه و میفهمه که خون برادر نیازمنده این هستش که به خواهرش اهدا بشه، پسرک رو کنار میکشه و بهش میگه که ما برای اینکه خواهرت زنده بمونه مجبوریم که خون تو رو بهش اهدا بکنیم و بهش انتقال بدیم. حاضری همچین کاری بکنی؟ پسر 7 ساله خب طبیعتاً دیگه میمونه، بهت زده میشه. یکم مکس میکنه و میگه یعنی من خونم رو بدم خواهرم زنده میمونه؟ دکتر میگه بله. قول میدی زنده بمونه خواهر من؟ بله من قول میدم. باشه، مشکلی نداره، قبوله. تخت این پسر 7 ساله رو میذارن کنار خواهر مریضش، دراز میکشه و شروع میکنن که انتقال بدن خونش رو. در حین انتقال خون و خون گرفتن ازش، آی دکتر میگه که آی دکتر، آیا من به بهشت میرم؟ این سوال دنیا حرف توش هست. این پسر فکر کرده بوده که با این انتقال خون قرار کل خون بدنش رو به خواهرش اهدا بکنه، یعنی قرار جونش گرفته بشه تا خواهرش زنده بمونه. خیلی عجیبه، در اهدای خون شما کاملا خلوص نیت رو میتونی متوجه بشی، به خاطر اینکه وجودت، از وجودت داری اهدا میکنی و نمیدونی این اهدای خون به کی قراره برسه. یعنی هدیه‌ای هست که نه اون شخص رو میشناسی اکثر اوقات، نه میدونی به کی قراره برسه، هیچ کدومش رو باخبر نیستی. این ارزش کار رو میرسونه. سری بزنیم به سوشیال مدیا و نظر کاربران رو هم با هم ببینیم. کاربری نوشته درسته این که فرق اهدای پلاسما و خون رو نمیگن واقعا مشکل سازه، حق داری. بنده از جانب همکارانم عذر میخوام، ولی شما سعی کنید که سنت اهدای خون رو ادامه بدید، واقعا حیاتیه. کاربری دیگه نوشته امروز روز جهانی اهدای خونه، تقدیر کرده اما بعدش گفته اهدای خون مستمر باعث افزایش ضریب امنیت و سلامت خونه و حداقل سن برای اهدای خون 18 سال تمامه و حداکثر 65 سال و حداقل وزن 50 کیلوگرم. امیرم شاعری بوده و نوشته روز جهانی اهدای خون فقط روز عاشورا. الذین بدلوا محجهم دون الحسین. یه عده خون قلبشون رو به امام حسین هدیه کردن. کاربر دیگه نوشته روز 24 خرداد روز جهانی اهدای خونه، تقدیر کرده و اهدای خون گفته تنها یک دلیل دارد، اون هم اهدای یعنی زندگی. آرش هم نوشته امروز روز جهانی اهدای خونه، برای اهدای خون منتظر حوادث و فجایع نباشید، باشید برید همین امروز. کاربر دیگه هم فقط شرایط اهدای خون رو نوشته که 4 تا شرایطش نوشته، البته بیشتر از اینها هستش.
کاربر بعدی نوشته وگر فرو بنشیند ز خون من آتشی چه جای واهمه تیغ از شما برید از من. روز جهانی اهدای خون 14 ژوئن. آخرین کاربر نوشته این روز اهدای خون نشون میده ما ایرانی ها ذاتن روی همدلی چقدر بالایی داریم. چند درصد مردم دنیا حاضرن اسطوره جونشون رو مجانی بدن به یکی دیگه. رگهاتون مملو از خون و محبت باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، سال 2004 میلادی بود که سازمان بهداشت جهانی، جامعه بین المللی انتقال خون، انجمن بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و اتحادیه بین المللی سازمان های اهدا کنندگان خون به اتفاق 14 ژوئن رو روز جهانی اهدای خون نامگذاری کردند. یا به عبارت دیگر یک نام دیگر این روز، روز جهانی بزرگداشت و تقدیر از اهدا کنندگان خون هست. به قدری ها از اهمیت اهدای خون که در یک چنین روزی گرامی داشته اهدا کنندگان خون برگزار میشه. در حقیقت اهدای خون بیش از یک روز جهانی است. این یک التزام همیشگی است که همه باید به آن پایبند باشیم. بیمارانی نیازمند خون ما هستند و اهدای خون میتواند برای آنها بهشتی از امید و زندگی باشد. اگر همه ما به طور دوره‌ای خون خود را اهدا کنیم، نگرانی‌های بیماران در خصوص تأمین خون به شدت کاهش می‌یابد و زندگی‌ها را می‌توان از نابودی نجات داد. همانطور که در صحبت‌های مهمانان برنامه امشب پانوراما هم شنیدید، برخی از عمل‌های جراحی به تعویق می‌افته به خاطر اینکه اون بیمار نیاز به یک گروه خونی خاصی داره که موجود نیست. لذا انتقال خون و اهدای خون دوره‌ای در طول سال اینجا اهمیتش بیشتر مشخص میشه. اهدای خون فراتر از یک عمل انسانی است. آن یک پاسخ به نیازهای مردم است. در آموزه‌های دینی، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راجع به همین مطلب چقدر تأکید و سوارش وجود داره. اجابت و لبیک گفتن به نیازهای هم نوعان، به نیاز مردم دیگر. شما ببینید حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند همانا مهر قبولی اعمال شما. خواهش می‌کنم تأمل بیشتری داشته باشید روایات اهل بیت علیهم السلام را. مهر قبولی اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتان و نیکی کردن با آنان در حد توانتان است و الا هیچ عملی از شما پذیرفته نمی‌شود. یعنی یک کسی اعمال عبادی فردی رو انجام بده و بگه که خب بقیه مسائل به من مربوط نیست، عبادت هام رو انجام دادم، عبادت های فردی که بر من واجب بوده. حضرت امام کاظم علیه السلام میفرمایند اجابت کردن نیازهای دیگران هم نوعان مهر قبولی اعمال شماست. یا روایات بسیار دیگری بسیار فراوان هست. حضرت امام صادق علیه السلام حدیثی قدسی از خدای متعال بیان می‌کنند که حق تعالی می‌فرماید مردم ایال من هستند، بنده‌های من خانواده من هستند، محبوب‌ترین بنده‌هایم نزد من
کسانی هستند که با مردم مهربانترند و در راه برآوردن نیازهای آنان کوشاتر باشند. یکی از راه‌های برآوردن نیازهای هم نوعان و دیگر انسان‌ها اهدای خون به صورت مستمر و دوره‌ای است. یا پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس نیاز برادر مؤمنش را روا سازد، خدای متعال حاجت‌های فراوان او را روا سازد که کمترین آن ورود او به بهشت است. با اهدای خون شما به یک قصه زندگی جدید و امیدی برای بیماران نیازمند تبدیل می شوید. کسی این مطلب رو درک نمی کنه مگر اینکه یا خودش تجربهش رو کرده داشته باشه یا اینکه پشت پنجره ICU و CCU بوده باشه، این تجربه رو داشته باشه که همراه مریضی باشد که نیاز مبرم به انتقال خون داشته، یا مریض‌ها و بیمارانی که عمل جراحی اونها به تعویق میفته برای اینکه اون گروه خونی مورد نیازشون در دسترس نیست. پس با آگاهی از ضرورت همیشگی اهدای خون ما میتوانیم خون خود را اهدا کنیم، پلاسما بدهیم، زندگی اهدا کنیم و این هدیه را تکرار کنیم. هدیه ای وصف نشدنی. واقعا این یک مبالغه نیست، واقعا اهدای زندگیه. کسانی متوجه میشن اهدای زندگی یعنی چه که جون خودشون نجات پیدا کرده باشه به واسطه اینکه کسی خونی به اونها اهدا کرده باشه، یا همراهان اون بیمار با تمام وجودشون درک میکنن وقتی که اون بیماری داشتن در اعضای خانوادهشون که نیاز مبرم به انتقال خون داشته، جونش در خطر بوده، در گرو همین مثلا چند واحد خونی بوده که بنا بوده به او اهدا بشه یا انتقال خون پیدا کنه، اینها درک میکنن بیشتر این مطلب رو. خون نمادی از زندگی است. بیمارانی که به دلایل مختلف نیاز به خون دارن از این عمل بزرگ و انسانی که شما می توانید انجام دهید بهره مند می شوند. اهدای خون یک هدیه است که توانایی نجات جانها را دارد و به همین دلیل یک وظیفه بشری بزرگ است که همگی باید به آن پاسخگو باشیم. همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فراورده های خونی نیاز پیدا می کنند، به طوری که از هر 3 نفر مردم دنیا یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون یا فراورده های خونی پیدا می کنند. خانم های بارداری که حین زایمان نیاز به انتقال خون پیدا می کنند، یا نوزادان به ویژه نوزادان نارس از جمله نیازمندان به خون هستند، و در حوادثی مانند حالا تصادف‌های زنجیره‌ای که میشه، یا یک سری زلزله‌ها، سیل‌ها، این وقتی که یک جمعی، یک توده از مردم بستری میشن در بیمارستان‌ها، اعلام میشه وضعیت بحرانی میشه، اونجا بیشتر درک میشه و خیلی‌ها قبل از این که اعلام وضعیت بحرانی بشه خودشون میرن و داوطلبانه خون اهدا میکنن. اما سخن من اینجاست که نباید منتظر باشیم که اعلام بشه و یک چنین حوادثی پیش بیاد، به صورت مستمر و دوره‌ای سعی کنیم که جزو اهدا کنندگان خون باشیم. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که در فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن خود باشد، تا زمانی که این کار را انجام می‌دهد خدای متعال نیز نیازهای او را برطرف می‌کند. شاید شما هم تجربه کرده باشید. اگر در اعمال انسان دوستانه فعال هستید، به ویژه این عمل انسان دوستانه بی‌نظیر اهدای خون، جزو اهدا کنندگان مستمر خون هستید، حتما دست خدا رو در زندگیتون بارها و بارها لمس کردید. پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به قدری زیاد هست که روایات نمیشه گلچین کرد.
پیامبر می‌فرمایند هر کس نیازی از برادر مؤمن خود برآورد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت خدا سپری کرده باشد. چه نیازی برآورده کردنش مهمتر از اهدای زندگی به یک همنوع به انسانی دیگر با اهدای خون؟ روایت بسیار فراوان هست از تشویق به عمل انسان دوستانه و اهمیت اهدای خون. اینجا مشخص میشه که اولا انسان نمیدونه خونی که اهدا میکنه به بدن چه کسی منتقل میشه، و دوما که خیلی مهم هست اینه که انتظار جبران نداره از طرف مقابل. حتی بسیاری از افرادی که میدانند و آگاه هستند که به چه کسی دارن خون اهدا میکنن، به ویژه در موارد ضروری و بحرانی که تماس گرفته میشه به اهدا کنندگان مستمر خون و از اونها درخواست میشه که فوری خودشون رو برسونن به بیمارستان، این اهدا کننده که داره زندگی رو اهدا میکنه به یک مریضی و یک انسان دیگری، انتظار جبران این کار خیر خودش رو از او ندارد. اینجا اهمیت این موضوع مشخص میشه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که برای برطرف کردن نیاز یکی از برادران مؤمن خود گامی بردارد، خدای متعال برای او 10 حسنه می نویسد، مقام او را 10 درجه بالا می برد و 10 گناه او را می بخشد و شفاعت 10 نفر را از او می پذیرد. یا در روایت دیگری حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند با ارزشترین کارها نزد خدای متعال شاد کردن دل انسانها و بنده های خداست. و یکی از مصادیق این فرمایش امام صادق علیه السلام اهدای خون هست که هم فرد بیمار هم خانواده او رو دلشون رو شاد میکنه. امیدوارم که در این زمینه هم مطالعه و آگاهی خودتون رو بالا ببرید راجع به اهدای خون، شرایطش، فوایدش، کسانی که نمیتونن و معاف هستن، و دیگران رو هم آگاه بکنید. تشکر میکنم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.